ماشین اعدام و سرکوب رژیم همچنان با شدت علیه مردم و جوانان ایران و به ویژه زندانیان سیاسی کار میکنه. چرا خامنه ای به تشدید اعدام و سرکوب روی آورده؟ همراه میشیم با آقای رضا شمیرانی از زندانیان سیاسی دهه 60. به شما سلام و خوش آمد میگم آقای شمیرانی، خیلی ممنون که همراه ما هستین. ابتدا اجازه بدین نگاهی کنیم به موارد اعدام و همینطور دیگر زندانیان سیاسی که در معرض خطر اعدام هستند. ابتدا برامون از آخرین تحولات تو این رابطه بگیم و اینکه خصوصا چرا رژیم به چنین تشدید اعدام‌های روی آورده. با سلام خدمت شما و همه بینندگان محترمتون. بله، همونطور که خب دفعات قبلا گفتیم، رژیم در فاز سرنگونی خودش قرار داره و دو عملکرد داره، یکی کشتن مردم در داخل ایران و دوم رو بودن اموال و سرقت اموال مردم و انتقالش به خارج از کشور. ولی در تو با اخبار زندان، خب متاسفانه باز ما هفته گذشته شاهد اعدام‌های متعددی در اقصانقاط ایران بودیم که فقط مختصر من تیتبار میگم و ازش میگذرم. بله، 27 دیماه 4 زندانی تو زندان قزلستان اعدام شدن. یک روز قبلش یعنی 26 دیماه 1 نفر تو زندان همدان، 1 نفر تو کرمانشاه، 1 نفر تو ایلام و 1 نفر تو تبریز اعدام شده. بعد 25 دیماه یک ورزشکاری به اسم یعقوب علی مرادی 25 ساله در نهاوند اعدام شد. 12 دیماه جمشید گرگیش از زندانیان قیام بود که در واقع توی زاهدان بعد از اون قتل کشتار خونین 7 مهر زاهدان این رو دستگیر کرده بودن و بعدش هم این به خاطر مشکلاتی که براش ایجاد شده بود توی زندان از ظاهرا بیماری قلبی داشت و رسیدگی نشده که توی زندان فوت کرد. تو همین رابطه البته ما نمیگیم، ما همیشه گفتیم که رژیم به خاطر این فاجعه ای که توی فلسطین ایجاد کرد و تحت پوشش اون دست به قتل‌عام و کشتار مردم زده. من از قول خود دولت دارم، حکومت رژیم جمهوری اسلامی دارم میگم. ببینید سایت حکومتی اقتصاد 24 توی 25 دیماه مقاله‌ای نوشته بود و گفته بود که صدای پای بحرانی بزرگتر از بحران 1401 داره شنیده میشه. یا سایت حکومتی دیدار تو 8 دیماه گفته بودش که افزایش اعدام ها بعد از قضیه غزه افزایش پیدا کرده. حتی سایت دادگستری که قبلا اسامی اعدامی ها رو اعلام میکرد الان اونها رو هم اعدام میکنه. یعنی در واقع این صحبتی که ما میکردیم رو ما داریم از زبان خود رژیم و عناصر درونی رژیم میشنویم که رژیم تحت پوشش غزه و فجایعی که اونجا ایجاد کرده در داخل دست به کشتار زد. از طرف دیگه توی زندان ها هم همین رفتار جنایتکارانه و ذیل انسانی رو داره با زندانی هایی که در زندان هستن داره انجام میده. من فقط مختصر چند تا نمونه شو باید به شما بگم. فردی به اسم سید مالک موسوی 23 ساله، این در زندان شیبان اهواز که محکوم به اعدام شد، در واقع از دستگیری 1400 بود سال 1400 بود که سال گذشته در واقع مسالک میشوند و قبل از 1400 این رو گرفته بودن و از زیر مصاحبه های اجباری برده بودن، ازش اعتراف گرفته بودن و تو همین رابطه در دستور اون رو اعدامش کردن. و مورد دیگه ما داریم به اسم ایوب غیبی هم که در 1401 یعنی یک سال بعد دستگیر شده بود قیام پارسال در همون زندان که او هم در واقع به 15 سال زندان محکومش کردن. این فرد ظاهرا دچار بیماری هستش، این رو بایستی به بیمارستان منتقل میکردن که عمل جراحی انجام بشه که در انتقالش بیمارستان تاخیر ایجاد کردن و مشکلات بسیار زیادی رو برای این فرد ایجاد کرد. 26 دیماه خاصمراد سعیدی زندانی اهل کوهدشت لرستان که محکوم در زندان قزلستان به سر میبره محکوم به اعدام شد که این فرد به خاطر بیماری قلبی که داشت ظاهرا سگریت کرد و بیمارستان فوت کرد. 27 دیماه همین امسال امیر شهبازی بعد از 7 سال در زندان که محکوم شده بود که انگشتان دست او را قطع کنند دست به خودکشی زد و تو همین رابطه جان خودش را دست داد. که تو همین رابطه ما بیانیه شده مده مقاومت رو داریم که به تمامی موارد اشاره کردم و باز از تمامی مجامع بین‌المللی و حقوق بشری خواستن که اقدام بکنم و مانع از این کشتار و خونریزی که تو ایران و تو زندان‌های ایران داره اتفاق می‌افته
خواستار رسیدگی و پیگیری کردن برای جلوگیری از این اعدام های جنایتکارانه. بله مختصری بود که من فقط میتونستم به شما بگم. بله بسیار سپاسگزارم. حالا امروز مشخصا آقای شمبرانی سال روز یکی از جنایت های فجیعیه که رژیم تو تاریخ خودش انجام داد و اون هم قتل کشیش آزادی خواه اسقف هایک هوسپیان مهره. میخواستم ابتدا هدف رژیم رو در انجام این جنایت هولناک از شما بپرسم که شما این رو چطور دیدین و تبعاتی که برای رژیم این موضوع داشت. البته این داستان مفصله که در بحث ما نمی گنجه، ولی من مختصر اگر به شما بگم که بینندگانتون تو جریان باشه، در واقع ما که از دیماه 1372 تا تیرماه 1373 که البته بعدش هم ادامه داشت به شکل متفرقه، ما شاهد یه سری قتل‌های زنجیری در ایران بود که توی این قتل زنجیری رژیم در صدد این برآمد که شخصیت مذهبی مسیحی و افراد شخصیت شناخته شده شخصیت ملی رو اینها رو بکشه، اثر رو خودش برداره و گناه این رو و این جنایت رو بندازه به گردن مجاهدین. ببینید رول حسینیان یکی از عناصر وزارتی رژیم اطلاعاتی رژیم اشاره میکنه به سید امامی و نقش سید امامی، که سید امامی فردی بود که میگفتش که ما باید تمام مخالفین رو نابود بکنیم بکشیم و از بین ببریم. و در واقع رژیم با این کاری که میکرد دو تا هدف داشت. هدف اول همونطوری گفتم مخالفین خودش از سر راه برداره. هدف دومش این بود که این رو بندازه به گردن مجاهدین و به کمک یه سری لابی هایی که تو اون زمان تو خارج کشور داشت در واقع یک اینجوری وانمود بکنه که سازمان مجاهدین یه سازمان تروریستی هستش که دست به ترور در داخل زده. که البته گزارش هایی که منتشر شد بعدش، ببینید از طرف اکبر گنجی، امادالدین باقی، یوسف اشکوری، خود این فلاحیان جنایتکار که وزیر اطلاعات بود در آن زمان و خزعلی، اطلاعاتی داده شد که اصلا نفی تمام این صحبت بود. حتی اکبر گنجی و خود امادالدین باقی میگه که وزارت اطلاعات این کار رو کرد که بندازه به گردن مجاهدین، همین حرفی که ما داریم میزنیم. اما رژیم برای اینکه این کارو بکنه، مقدار در واقع آشنا بشیم به داستان این پروسه قتل زنجیره‌ای، رژیم تو این داستان خصوصا در تو با همین فردی که شما گفتین در واقع کشیش مسیحی که صحبت کردیم، بعد سه نفر اینها بودن که در واقع توسط رژیم به شکل خیلی فجیع کشته شدن. همین اسقف هوسپیان در سال 63 سالگی بود که با گلوله کشته شد و 6 ماه بعد از اون در واقع تاتایس میکایلیان رئیس شورای پروتستان ایران جایگزین این شده بود که او هم با چاقو به شدت این رو تکه تکه کرده بودن تا اونجایی که منشأت این رو تو یخچال بعد اجزای بدن رو تو یخچال قرار داده بودن که این 8 تیر ماه در واقع این فرد رو به شهادت رسونده بودن که 3 روز بعد جنازه این رو پیدا کرده بودن، 11 جنازه این پیدا شده بود. یا از اون طرف ما داشتیم مهدی دیباش که در واقع در مسیر فرودگاه دستگیر شده، 3 کشیش مسیحی که خود همین اسقفهایی که هوسپیان در واقع فردی بودش که علاوه بر اینکه یک فرد مذهبی بود و تبلیغ مذهبی میکرد، براد سیاسی عنصر فعالی بود، کمی که از کمیسیون حقوق بشر خواسته بود که هیئتی بفرستند به ایران و از جنایتی که تو ایران داره اتفاق میفته اینها رو بررسی بکنه، و به خاطر همین بود که این مورد خشم رژیم قرار گرفت. ولی رژیم به این جنایتی که انجام داد سعی کرد از 3 مزدور نفوذی، یعنی 3 زنی که سال 1360 در ارتباط با سازمان مجاهدین دستگیر شده بودند و اینها توی زندان دل تواب شده بودند، و از خود خزعلی تو صحبتش میگه از قول علی ربیعی به اسم اماد، یکی از معاونین وزارت اطلاعات در زمان فلاحیان، اشاره میکنه که این 3 زن که از سال 60 زندان بودن اینها با رژیم همکاری میکردن تا سال 1372، و 1372 رژیم که در پروسه قتل زنجیری رو پیش گرفت از این 3 زن که من اسامیشون، فرهناز انامی هستش، بتول وافری و مریم شهباز بود،
از این سه زن استفاده کرده بود و این به عنوان کسانی که در واقع اوردشون از اینا مصاحبه گرفت و اینا گفتن که ما توی به خاطر اینکه اینها تبلیغ مسیحیت میکردن در واقع این جنایت رو بندازن به گردن اینا و اینا هم قطعا به خاطر اینکه با رژیم همکاری میکردن و با رژیم خیلی امتیازات داده بودن و خیلی بهها کمکش کرده بودن اینو میپذیرن و بعد میان مصاحبه میکنن میگن که ما کردیم از طرف سازمان مجاهدین کردیم، یعنی همون پروسه که رژیم انجام در صددش بود که گردن مجاهدین میندازه به کمک این سه مزدور نفوذی انجام بده، که البته بعدن با توجه به افشاگری که درون مجاهدین کردن و خود رژیم هم کرد این افشا شد. البته تا اونجایی که من یادم هسته تیر ماه 1373 خود آقای رجبی هستن خودشون هم به پاپ ژان پل دوم در واقع رئیس کاتولیک اون زمان نامه دادن و این جنایت رو محکوم کردن و خواهان رسیدگی شدن. کما اینکه رژیم سعی کرد که نماینده خودش رو بفرسته به واتیکان که نپذیرفته بودن و اجازه ورود بهش نداده بودن، گفته بودن که پاپ ممنوع کرده صحبت کردن با شما رو. ولی اون چی که هستش ببینید همون که رژیم در واقع من این روسری سفید که مردم به اسم این سه نفر به اسم روسری سفید شناخته شده بودن، من صدا یادم که سال 1371 که از زندان اومده در واقع از زندان خارج شده بودم و تو ایران بودم، من یادم که اواسط 1371 بحثی رو من شنیدم در طب روسری سفید ها، در واقع صحبت از سه زن بود، همین سه نفر که اسمشون رو گفتم، اینها تحت عنوان هواداران مجاهدین به خانواده شهدا میرفتن و تحت عنوان کمک مالی جمع کردن و یا فعالیت سیاسی برای مجاهدین سعی میکردن خانواده ها رو شناسایی بکنن و یا افرادی که میخواستن مجاهدین به پیوندن اینها رو شناسایی بکنن و به رژیم روشون بدن. حتی من یه مورد از اینها رو توی یکی از مراسم عروسی یکی از بچه ها من دیدمشون و این مورد بحث و گفتگو بود که به طور خاص من یادمه که اگر اشتباه نکنم تابستون 72 یا 71 بود که پدر شهید حسین میرزایی و مصطفی میرزایی که فوت کرده بودن، من توی مسجد توحید من اونجا بودم، این مزدور نفوذی ایرانی مصطفی هم اونجا بود که من گفتم بحث این سر سپیدا چیه داستان، که از اینا دفاع میکرد که اینا هواداره سازمان هستن، آدم های خوبی هستن و کلی سعی میکرد اینها رو توی بچه زندانی جا بندازه، که البته هم توی گفتم زندانی هایی که آزاد شده بودن سال 1371 به خوبی اینا رو میشناختن و خود خانواده شهدا هم با اینا مرز کشیده بودن و اینا رو دیگه به خونه راه نمیدادن. که 1372 این جنایتی که اتفاق افتاد بحث قتل های زنجیری اونجا به یک بار ما دیدیم که این سه نفر هم که اونجا اسمشون مطرح شد. باز برای این که بدونید این خزعلی گفته بودش که در واقع بیان صحبت علی ربیعی معاون وزارت اطلاعات که او مخالفت کرده بوده این سه زن کشته بشن اعدام بشن به خاطر اینکه اینا از سال 60 تا 72 با وزارت اطلاعات دارن همکاری میکنن و نیروی ما هستن، مخالفت کرده بود به اعدام اینها و ظاهرا اینها آزاد شدن مشروط به اینکه در رابطه با قتل زنجیری صحبت نکنن. خب اینو داشته باشین. از طرف دیگه ما میبینیم که فرهناز انامی از ایران خارج میشه، یعنی از ایران فرستاده میشه به سوئد و که یکی از همین سه زنه، کسی که قرار بوده بله کسی که قرار بوده صحبت نکنه میبینه که با چفت میشه با موضوع نفوذی ایرج مستاقی و ایرج مستاقی یک کتابی توی این رابطه در واقع گزارش در تو با همین مسیحی که به شهادت رسیدن گزارش مینویسه با استفاده از خاطرات و گفته های فرهناز انامی. در واقع کتابی که نوشته شده مبتنیست بر اطلاعاتی که فرهناز انامی میده و قطعا فرهناز انامی چنین اطلاعاتی که 400 صفحه این فرد نوشته شده اطلاعات 400 صفحه از این نیست، قطعا با کمک همکاری که خود وزارت اطلاعات انجام داده این کتاب نوشته شده. در واقع بعد از پروسه حمید نوری و شکستی که رژیم خورد اینا سعی کردن که این بحث قتل زنجیری رو به نوعی باید به حساب مزدور نفوذ ایرج مستاقی بذارن که یک آبروی برون بخرن، ولی در مجموع کسانی که تو این جنایت دست داشتن و عناصر مزدور نفوذی که به رژیم کمک کردن
و امروز در تداوم اون کارشون با کمک یک اصول نفوذی دیگه در واقع اینا باز وارد صحنه شدن و چه این رابطه دارن صحبت میکنن. اما آنچه که در مجموع آنچه که بود رژیم هدفشون بود که مخالفین از سر به خودش برداره و اینکه همه اینها رو به گردن مجاهدین بندازه که خب گفتم آقای رجبی در همون زمان موضع گرفتن و سالهای بعدش حتی به همین امروز اخبار اطلاعاتی که به طور گسترده در درون رژیم و عناصر وزارت اطلاعات و نقش سعید امامی توی قتل زنجیری بیرون اومد کاملا مشخص شد که خود رژیم و خود سمجه که من شنیدم رفسنجانی در رسته این پروژه بود همه برملا شد. بله بسیار سپاسگزارم از شما آقای رضا شمیرانی از زندانیان سیاسی دهه 60 که همراه ما بودید و همه نکاتتون ابتدا پیرامون آخرین تحولات حول موضوع اعدام و زندانیان زیر اعدام و بعدش هم که یادی کردیم از قتل کشیش آزادیخواه اسقف حسپیان مهر و همه اطلاعاتی که تو این رابطه به ما دادین. وقتتون بخیر آقای شمیرانی و خدا نگهدار شما. با تشکر از شما و وقتی که به من دید. درود بر شما.